به قسمت دوم برنامه خوش آمدید. از حضور همه شما سپاس دارم. امیدوارم که در هر کجا هستید شده تندرست باشید. در ضمن به زودی ولنتاین هست، پس فردا، امروز 12، بله پس فردای ما، حالا شما یه خورده جلوتر از ما هستید، برای من که در امریکا هستم پس فردا، چون الان 12:30 ظهر من هست، پس فردای ما به وقت امریکا ولنتاین هستش و از این فرصت استفاده میکنم که به همه شما ولنتاین رو تبریک بگم. تا اینجایی که میتونید به همدیگه عشق بورزید. ولنتاین یکی از روزهای مورد علاقه منه، به خاطر که هر جا میری قلب میبینی، چیزای زیبا میبینی، علائمی از عشق و عشق ورزیدن، مثل این قلبهای زیبایی که شما برای من میفرستید که سپاسگزارم براش میبینم و یکی از ایونت های مورد علاقه من هست، چون همه جا علائمی از عشق و عشق ورزیدن دیده میشه و خیلی لذت بخشه. عاشقتونم استاد. مرسی ازم جناب سامان، شما لطف دارید. خوش به حال بعضی ها. خوش به حال شما. من وقتی از خواب پا میشم فقط میدونم خواب خوبی دیدم، اما هیچی یادم نمونه. به یاد موندن خواب بستگی به سطح ارتعاش جسم داره، سطح کارما تأثیر داره، سطح کارمای ذهنی و کلن، چون کارما در ارتعاش تأثیر ایجاد میکنه. کارما که غلیظتر باشه ارتعاش یکم پایین تره و بستگی به سطح ارتعاش جسم هم داره که جسمتون استراحت کرده باشه. روزانه مراقبه کنید. مراقبه قبل از خواب کمک میکنه حضور ذهنتون در خواب بیشتر بشه. نرمش یا چیزایی که گردش خونو بیشتر میکنه، مواد غذایی که به حافظه کمک میکنه، هر چیزی که به مغز فیزیکی کمک میکنه مفید هست برای حضور ذهن بیشتر در خواب. عدد تکراری، من بارها راجبه صحبت کردم، عدد تکراری یعنی شما در مسیر نور و آگاه شدن هستید. خانم فروز، شما تو کلاس پاکسازی شرکت کنید، این مسئلتون هم کمک میکنه. ما که در این دنیا کارهای خوب انجام دادیم و به تناسخ ایمان داریم، آیا بعد از مرگ میتونیم انتخاب کنیم که در بعد چهارم ورود کنیم؟ اولا اینکه مرگی وجود نداره، شما فقط از این بُعد خارج میشی و جسمت رو رها میکنی. مرگی وجود نداره. ما از جنس نور هستیم، نور و عشق هستیم و ابدی، مرگی وجود نداره. وقتی از این بُعد خروج میکنید، بنا به سطح ارتعاشتون و سطح آگاهی و میزان عشق روحیت مشخص میکنه به چه فضایی میرید. اگر میزان زیادی از کارماتون حل شده باشه، مخصوصا اگر قلبتون باز شده باشه، اگر قلب باز شده باشه حتما به بُعدهای بالاتر میریم. یه دلیلی که من تاکید به باز شدن قلب دارم به خاطر اینکه یه تغییر ارتعاش خوبه و از فواید خیلی زیادی داره. یه نکته مثبتش اینه که کسایی که قلبشون باز میشه حتما به بُعدهای بالاتر میرن. بُعد 4 بُعد مابینه، ولی به بُعدهای 5، بُعد 5 میتونید برید. بُعد 4 حالت مابینه، بین کسایی که مثل الان خود ما، اکثر افرادی که آگاه هستن مراقبه میکنن در بُعد 4 هستن. این بُعدا لطیفن، یعنی تفاوت آشکار به اون صورت نیست درشون. بُعد 4 با شرایط فعلی مثل خود من در موقعی که مثلا در ارتباط با افراد هستم مثل الان، نزدیکتر به بُعد 3 هم، چون باید این حالت باشه تا این ارتباط برقرار بشه. اگه مثلا تفاوت ارتعاش من در حد بُعد 5 کاملا 100% در بُعد 5 باشه، شما به راحتی نمیتونی با من ارتباط برقرار کنی. ولی من مابین هستم، مثلا تو موقعی که در خلوت خودم هستم یا در مراقبه هستم در بُعدهای بالاتر هستم.
ولی در موقعی که مثلا با ارتباط در خانواده و دیگران هستم ما بینم. وقتی که الانم بعضی از افراد خیلی در حد چند ثانیه در بود پنج قرار میگیرن و اون اوقاتیه که ذهنت خیلی شفافه و انگار خیلی خوب یه چیز رو، یه چراغ انگار تو سرت روشن میشه و یه چیزی رو میگی آها فهمیدم حالا. این لحظات که توأم با درک و آگاهیه، لحظاتیه که برای چند ثانیه در بود پنج قرار گرفتید، ولی چون خیلی موقت تفاوتش رو لمس نمی کنید. موقعی که 100% اوقات یا حتی 95% اوقات در بود پنج قرار بگیرید، اون موقع تفاوت رو لمس می کنید. من یه تجربه داشتم خیلی سال پیش ببخشید که خیلی بود عوض می کنند. ببخشید من به دلیلی صدام گرفت، نمیدونم چرا بعض وقتا از اثر انرژی شنونده هست. من تجربه داشتم خیلی سال پیش که یه چند بار بود عوض کردم. خیلی وقتا خودتون متوجه نمیشید، ولی این حدود 3 بار بود که یه موضوع تکراری پیش اومد که حالا توضیح نمیدم، و ولی اون موضوع تکراری که پیش اومد باعث شد که من متوجه بشم در اون حالت من بود عوض کردم. ولی خب تو حالت تنها بودم، معمولا تو خلوت خودم، چون معمولا ذهنم آرامه، ارتعاشم بالاتره. ولی یه چیزی پیش آمد که باعث شد من متوجه بشم، این حالت تکراریش باعث شد که من متوجه بشم من تو اون حالت بود عوض کرده بودم. یعنی موقعی خیلی آشکار میشه این تفاوت بودها که شما کاملا در اون بود قرار بگیری. الان اکثرا افرادی که مراقبه میکنن و آگاهن و مهربانتر هستن و در مسیر نور آگاهی هن، ما بینن اکثرا. ولی بله، شما میتونید به بودای بالاتر برید. نون طلایی خیلی خوبه. نون یعنی ارتباط با خالق، و چون نون طلایی بوده یعنی ارتباط با خالق. به شما هدیه ای داده شده برای ارتباط قوی تر با خالق. چیز خوبیه. تسلیم شدن در به خدا بستگی داره که دیدگاهتون به تسلیم شدن یعنی چی؟ چون بعضی اوقات از کلمات استفاده می کنند به معناهای مختلف. تسلیم شدن در شرایطی چیز مثبتیه که شما جنگیدن و مبارزه رو رها کنی، چون معمولا وقتی کسی در جنگ و مبارزه است، با خودش در جنگ و مبارزه است و این از دیدگاه غروره. تسلیم شدن به این نوع که شما غرورت رو رها کنی و جنگ با خودت رو رها کنی و خودت و شرایط رو بپذیری، این اعلام صلح هست. یعنی اوکی، من با خودم آشتی میکنم، من با خودم در صلحم، با خالقم در صلحم. و وقتی که در این حس پذیرش و خونسایی قرار میگیرید، ارتعاش میاد بالا و این تأثیر مثبت داره. حالا تسلیم به این نوع نیست که خب هیچ کاری نکنی بشینی از آسمان برات بباره. تسلیم به این معنی نیست. تسلیم به این معنی به حس اعتماده، به حس رها کردن غرور و مقیاس، رها کردن قضاوت از خودت، رها کردن جنگیدن با خودت. اکثر افراد که با محیط و زندگیشون مسئله دارن به خاطر اینه که با خودشون در ناسازگاری هن و خودشون رو نمیپذیرن، شرایطشون هم نمیپذیرن، دائم در حال کشمکش و مبارزن که یعنی من اینو نمیخوام، اینو نمیخوام، اینو نمیخوام، و با خودشم در جنگه. که خب این به ارتعاش و آگاهی کمک نمی کنه. کسی که دائم تو این حالت مبارزه است، دریافتش هم کمتره. اگه تسلیم به این معنا باشه که من به خالق اعتماد دارم،
به عشق خالق و اینکه پشتوانه من اعتماد دارم و جنگیدن و مبارزه رو رها میکنم، مخصوصا جنگیدن با خودم، و خودم رو همین جوری که هستم میپذیرم. حالا اینکه من خودم همین جوری که هستم میپذیرم به این معنی نیست که تغییر لازم نیست، ولی به این معنی است که دیگه با خودم نمی جنگم. و وقتی به این حالت خونسا و پذیرش میرسی، خود این تغییر ایجاد میکنه. از این لحاظ بله، چیز مثبتیه. اگر قبل از خواب درخواست دادید ولی بلافاصله خوابتون نبرد، یا حتی ما بین بیدار شدید، موردی نداره، همون یه بار درخواست کافیه. مرسی از قلبای زیبا. به شما هم هپی ولنتاین، هپی ولنتاین به همه شما. علتش آینه که اون کارما به نسل بعدی. اگه منظورتون کارمای اجدادیه خانم لایف، کارمای اجدادی انتقال پیدا میکنه، برای همین به نفع خودتون و فرزندان شماست که کارمای اجدادیتون رو حل کنید و مهربان و درستکار باشید که کارمای شما کارمای اجدادی برای نسلهای بعد نشه. انتقال بعضی اوقات پیدا میکنه. بله، خانم نگار بستگی داره این پیام رو به چه صورت دریافت کردید. احتمال داره که یعنی بهتون علاقه داره، پیام آشکاره. به روح و جسمم درمان بده. درمان باید مشخص تر باشه. اینکه به روح و جسمم درمان بده خیلی کلیه و دو چیز میشه، روح و جسم دو چیز میشه. بهتر که درمان مشخص تر باشه. اگه جسمتون مشکلی داره، به اون قسمتی که اون مسئله رو داره درمان بدید. اگه مثلا میخواید آگاه تر بشید، از معلمای نوریتون درخواست آموزش بکنید. درخواستتون یک کم کلیه، مشخص تر باشه بهتره. دو تناسخ یک روحو میشه در یک عمرمون ببینیم؟ بله، اگه منظورتون عمرهای قبلتونه، بله. تناسخ، شما بارها تناسخ کردیم و میتونید از روح بزرگتون درخواست کنید عمرهای قبلتون رو به شما نشون بده. دیدن نور در واقعیت در آسمان چیه؟ نور سبز. دیدن نور در واقعیت میتونه قسمتی از اورای خودتون باشه. اورا حباب انرژی خود شما هست. خانم نگار من جواب شما رو دادم، دوبارم جوابتون رو دادم. بانو جان دریافت از معلمای نوری به چه صورت هست؟ قبل از خواب میتونید بگید از معلمای نوریم درخواست میکنم بالاترین آموزشی که میتونم دریافت کنم به من بدید. اینو سه بار میگید قبل از خواب. درخواست آموزش به سطح ارتعاش و تغییر دیدگاه و درک بیشتر خیلی کمک میکنه، ولی بعد دراز مدت این درخواست رو بدید. من در شروع کارم که اولین چیزی که بهش آگاه شدم مراقبه بود و معلمای نوریم. من برای حدود 3-4 سال فقط درخواست آموزش میدادم، چون چیز دیگه ای نمیدونستم اون موقع. فقط درخواست آموزش میدادم و متوجه می شدم که دیدگاه و درکم داره تغییر پیدا می کنه و بیشتر و عمیق‌تر می شه. به دراز مدت هر شب قبل از خواب درخواست آموزش بدید، به ارتعاشتون کمک می کنه. ممکنه حضور ذهن به آموزش نداشته باشید و این اوکیه. اگه چون معمولا خود من اون اوائل که درخواست می دادم به خود آموزش حضور ذهن نداشتم، فقط می دیدم که به سرعت دارم میرم به آسمان.
ولی خود آموزش رو حضور ذهن براش نداشتم، ولی متوجه می شدم درم داره تغییرات ایجاد میشه. متوجه می شدم دیدگاه و درکم داره تغییر میکنه و در حدود یه دو هفته بعد از آموزش متوجه می شدم آموزش تو چه زمینه ای بوده. حتی اگر خود آموزش به یادتون نباشه، تأثیراتش هست. درخواست رو ادامه بدید. درمانی که از اینستاگرام میفرستم از ضبط برنامه هم دریافت میشه، ولی بعد رعایت بکنید روزی یک بار ازش بیشتر استفاده نکنید که تعادلتون حفظ باشه. درمان کانال نه، درمان کانال رو باید براش حضور داشته باشید همون موقع که درمان میدم، که معمولا 10 شب به وقت ایران بعد از فراخوانی آتش بنفش، دوشنبه ها، پنجشنبه ها و شنبه ها بعد از فراخوانی 10 شب وقت ایران من درمان میفرستم از کانال. اون درمانی که از کانال میفرستم قوی موثره، اگه به خوبی دریافت بشه تاثیرات خیلی خوبی داره. خانم آیدا، تمرکز در روی مسئله بستگی داره. بله احتمالش هست. بستگی داره به چی دارید زیاد توجه میدید. اگه مثلا درمان دادن به کارما باشه معمولا اون مسئله ای نداره، چون شما هر دفعه درخواست درمان میدید داره روی قسمت متفاوتی از کارما کار بکنید. ولی اگر مثلا هر شب داری میپرسی که ازدواج من چی شد، برنامه ازدواج من چی شد، شوهر من چی شد، و ای هر شب میگی از سوال تکراری میپرسی، بله اون خیلی نتیجه مثبت نمیده. بستگی به این داره که به چه چیزی دارید درخواست میدید. من که بچه ندارم و نمیخوام چی؟ خب بچه دار نشید. من نمیدونم، من دقیقا متوجه سوالتون نمیشم. اگه بچه نمیخوام، خب بچه دار نشید، شما این حق انتخاب رو دارید. ولی تاین شما مبارک. چند روزه چند روزه نمیدونم چی شدم، تعادل جسمی و ظاهریم به هم خورده. از روح بزرگ چه درخواستی بدم؟ جسمم عادت کنه؟ اول باید ریشه یابی کنید که چه چیزی باعث عدم تعادلتون شده، که معمولاً کارما، ذهن، احساس، این سه چیز میتونه باشه. ریشه یابی کنید، بعد به ریشه درمان بدید. از فرشتای نگهبانتون میتونید کمک بگیرید که کمکتون کنن مثلا خواب با آرامشی داشته باشید، کمکتون کنن متعادل باشید. از خالق فرشتا میتونید درخواست کنید بلسینگ برای آرامش و تعادل، ولی قبل از خوابم از روح بزرگتون ریشه یابی کنید. کارما عجز رو درمان بده به تنهایی کافی هست که کارمای مالی و مسکن برطرف بشه؟ نه خیر. کارمای اجدادی در خیلی چیزا تاثیر داره ولی تنها عامل نیست. بعد جدا به کارمای مالی، کارمای شغلی، کارمای مسکن، اینا رو جدا جدا باید درمان بدید. میتونید تو کلاس امور مادی من شرکت کنید. در کلاس امور مادی به کارمای مادی، شغلی و اجدادی درمان داده میشه. در کلاس امور مادی شرکت کنید. ترسای پسرم رو چطور از بین ببرم؟ 7 سالشه. زلزله، آتش‌سوزی، جنگ، آسانسور، چیزهایی که میترسه. اوکی. بچه ها درخواست از روح بزرگ اینا یه مقدار برشون زوده، چون ایشون 7 سالش هست.
از اسبهای شاخدار کمک بگیرید. اینها برای کمک به بچه ها خیلی مفیدند. اگر کتاب داستان راجع به اسبهای شاخدار پیدا کردید بخرید براش. اسباب بازی شکل اسبهای شاخدار اگه دیدید براش بخرید، این انرژی رو ارتباط میده. براش هم قصه تعریف کنید راجع به اسبهای شاخدار بسیار زیبا، مثلا سفید با بالهای طلایی که خیلی عشق به بچه ها دارن و به بچه ها کمک میکنن حس امنیت و شجاعت داشته باشن. یه قصه ای به این نوع براش بگید. وقتی که شما راجع به اسبهای شاخدار براش مثل قصه بگید، بچه ها به راحتی ارتباط برقرار میکنن، تصور قوی هم دارن. خود این قصه رو که براش بگید اون ارتباط برقرار میکنه با اسب شاخدار. به اضافه اینکه شما خودتون میتونید بگید که از اسبهای شاخدار که به خلق بشر عشق میورزن درخواست میکنم به بچه من کمک کنید حس امنیت و آرامش داشته باشه. سه بار درخواستتون رو در بیداری میگید. یا حتی قبل از اینکه قصه بر بچهتون بگید این رو میتونید درخواست کنید. یعنی با بچهتون نشستید میخواید برش قصه بگید راجع به اسبهای شاخدار. در قبلش در شروع میگید از اسبهای شاخدار که به خلق بشر عشق میورزن درخواست میکنم به فرزند من کمک کنید که عشق و حس امنیت و تعادل داشته باشه اونطور که به صلاحشه. و بعد قصه برش بگیر یا اسباب بازی بگیرید اینا بهش کمک میکنه. یکی از شاگردای من این کار کرده بود، بچهشون حالت ترس داشت و یه مثلا تو خواب بیدار میشد یا یه سری علائم این مدل، و همین راهنمایی من بهشون دادم و بالفور تغییرات خوبی در بچهشون دیدن. سن بچهشون یادم نیست ولی همین حدودا فکر کنم 5-6 سالی نبود فکر کنم، و تغییر خیلی خوبی در بچهشون دیده بودن. میگفتن اصلا مثل اینکه بیدار شده، مثل که یک چراغی درش روشن شده. خیلی تغییرات مثبت که هم اون عروسکی که مثل اسب شاخداری که برش خریدن، میگفتن شب اینو بغل میکنه و میخوابه، خیلی هم آرام میخوابه. اصلا روحیه بچه تغییر پیدا کرده، خیلی میتونه موثر باشه. اسبای شاخدار خیلی انرژی پرمهر و لطیفی دارن و چون ظاهرشون شکل اسبه بچه ها خیلی خوب و راحت میتونن باشون ارتباط برقرار کنن. از کجا بفهمیم قلبمون باز شده؟ حسش آشکاره. وقتی که قلب کاملا باز بشه حسش آشکاره، چیزی نیست که متوجهش نشید. اکثرا تدریجی قلبشون باز میشه، ولی اگر قلب کاملا باز بشه شما حضور خالق رو، عشق خالق رو، یگانگی با دیگران رو، حافظه به عمرهای قبل رو به راحتی اینا رو حس میکنید، چیزی نیست که متوجهش نشید. بسیار حسش آشکاره. بود کیهانی و بود انرژی در کدام شماره قرار میگیرد؟ بودهای بالاتر هستند. خب ببینید، بستگی داره منظورتون از بود کیهانی چیه. من از این کلمه‌ای که بعضی ها استفاده میکنن من استفاده نمیکنم چون دانش من از تجربه منه، از کتاب و کلاس نیست. من بعضی چیزا رو خودم بهش اسم دادم، مثلا بدن نوری. خب من بهش میگم بدن نوری، هر کسی بهش نمیگه بدن نوری. بعضی چیزا رو خودم بهش اسم دادم، برای همین بعضی این اصطلاحات، مثلا بعضی از کلمه نفس استفاده میکنن. نفس میتونه معنای مختلف داشته باشه، من ترجیح میدم کلمات ساده. حالا بستگی داره بود کیهانی شما منظورتون از بود کیهانی چیه یا بود انرژی. همه چیز انرژیه اگه از دیدگاه اینه، همه چیز انرژیه، همه هستی انرژیه، همه بودا انرژی هم. حالا اگه شما سوالت اینه که بود بالاتر چیه؟ این فکر میکنم شاید سوال شماست. در بودهای بالاتر آگاهی و میزان عشق بیشتره. بودها بنا به سطح آگاهی و میزان عشق تفاوت پیدا میکنن که میزان آگاهی و عشق در سطح ارتعاش تغییر ایجاد میکنه. میشه گفت بنا به سطح ارتعاش بودها تقسیم بندی میشن. ارتعاش بستگی به آگاهی و میزان عشقی که به خودت و دیگران داری.
رنگ فرشته ها رو قبول دارین؟ مثلا رتبه، اولا که خود فرشته ها مقام و رتبه به خودشون نمیدن، اصلا سیستمشون اینطور نیست و چون غرور ندارن اصلا از این نوع بیان صحبت نمی کنن. فرشته های مقرب مسئولیت هایی دارن، مثلا نمیان بگن که آه من سلطان فلانم، اینا از غرور و چیزای دنیاویه. فرشته های مقرب به فرمان خالق هستند و مسئولیت هایی هم در بر دارن، که مسئولیت هایی که یا خودشون پذیرفتن یا خالق بهشون داده. رنگ هاشون بستگی به انرژیشون داره ولی قابل تغییره. میتونن ظاهرشون رو تغییر بدن، بنا به مثلا اگه بخوان با یکی ارتباط برقرار کنن میتونن ظاهرشون تغییر بدن که اون شخص بتونه دریافتشون کنه. فرشته ها عناوین مختلف هستن، بعضیشون مثل بچه نمود میدن، سفیدن، بالهای سفید دارن، بعضیشون شکل آدمن، ممکنم هست بال نداشته باشن. فرشته ها عناوین خیلی زیادی دارن، اما میلیون ها فرشته وجود داره. فرشته های مقرب به حالت معمولیشون قدهای خیلی بلندی دارن، مثل یه ساختمان 7-8 طبقه شاید بیشتر، و بالهای عظیم و زیبایی که دارن انرژی قلبشونه، گسترش و باز بودن و انرژی قلبشونه، که حالا مثلا ممکنه رنگ های متفاوت، طلایی باشه، بنفش باشه، آبی باشه یا رنگین کمان باشه، دیگه اون بستگی به انرژی خودشون در اون فضا داره و ارتعاش خیلی بالایی دارن، ولی از رتبه صحبت نمی کنن در اون بود. عناوین مختلفن. بعضی فکر میکنن فرشته ها محدودن، میلیون ها میلیون ها فرشته وجود داره و نوعای مختلف فرشته. خانم فرانک، من فرهناز هستم. بعضی می نویسن مهناز، چرا فکر میکنه اسم من مهنازه؟ فرهناز. حالا یه دوبار شد ولی می بینم به تکرار بعضی می نویسن مهناز، من فرهناز هستم. چرا از تاریکی می ترسم با اینکه 45 سالمه؟ این میتونه ربط داشته باشه به دوران کودکیتون، یه ریشه یابی برش بکنید. میتونید تو کلاس پاکسازی هم شرکت کنید. کسایی که ترس تجربه میکنن کلاس پاکسازی بهشون کمک میکنن. خب من که گفتم عزیزم، آقای کاشفیف فرزان، کاش فرزان عزیزم، من به شما، ما قبلا هم گفتم از اینکه حضور دارید من سپاسگزارم. شما غریزه یادگیریتون خوبه و راهش اینه که تو کلاسه ترمیه من شرکت کنید. همطور که گفتم بستگی به منظورتون از انرژی کیهانی داره. من از کلمه کیهانی من استفاده نمی کنم. ممکنه مثلا میشه گفت انرژی کیهانی، شاید میشه گفت انرژی خالق. بستگی داره منظورتون از این کلمه چی هست. تحصای پسرم عرض کردم از اسبای شاختار کمک بگیرید. بچه ها چقدر در بوده پنج هستن؟ بستگی به انرژیشون و شرایطشون و شرایط خانوادهشون داره. خیلی اوقات چون مادر پدر سطح ارتعاششون بالا نیست، این باعث میشه سطح ارتعاش بچه هم بیاد پایین یه مقدار. چون ارتعاش مادر پدر کارمای اجدادی رو بچه ها تأثیر میذاره. اگه یه مقدار آزادی عمل به بچه ها بدید و اجازه بدید شاد باشن و خودشون باشن، میتونن میزان زیادی از زمان در بود پنج باشن. عشق بی نهایت، یعنی بی نهایت دیگه، یعنی محدودیت نداره. ما
ما الان در بعد پنج کامل نیستیم، لحظاتی در بعد پنج قرار میگیرید. چطور متوجه بشیم چاکرا قلب؟ عرض کردم حسش بسیار آشکاره، وقتی باز بشید متوجه میشید، چیزی نیست که متوجهش نباشید. یه تغییر تاش کلیه، حافظه پیدا میکنید به اونهای قبل، با حس یگانگی، خیلی چیز آشکاریه. خانم مهناز، شما باید به این ترستون درمان بدید، از روح بزرگتون ریشه‌یابی کنید. این احتمالا میتونه ربط داشته باشه به یکی از عمرهای قبلتون که از فقر و مریضی خروج کردید. از روح بزرگتون ریشه یابی کنید و بعد درخواست درمان به ریشه بدید. کلاس پاکسازی هم میتونه به این کمک کنه. کلاس پاکسازی به خیلی امور کمک میکنه. اصلا کلا هر کسی تو کلاس پاکسازی شرکت بکنه، تکنیکی که در اون کلاس آموزش میدم در خیلی امور کاربرد داره، به نفعتونه. به شدت کمرم. از روح بزرگتون، خانم روخا، از روح بزرگتون ریشه یابی کنید و درخواست جراحی روحی بدید قبل از خواب. یه چند شب درخواست جراحی روحی بدید. جراحی روحی باید براش واجد شرایط باشید، ولی اگر دریافت بشه خیلی موثره. مثل جراحی، مثلا اگه یه مهره مشکل داشته باشه، این توانایی دارن که اون مهره که مشکل داره رو بردارن و یه انرژی جدید جاش بذارن که نمود بده مثل یک مهره سالم و جدید. خیلی میتونه اثرات فوق‌العاده‌ای داشته باشه جراحی روحی اگر واجد شرایطش باشید و دریافت بشه. یه چند شب قبل از خواب درخواست جراحی روحی بدید، ریشه یابی هم بکنید. از درمان های کانال هم استفاده کنید برای سلامتی کمر. در مبحث شما، من خیلی وقتا برام اتفاق میفته که اتفاقی برام میفته قبلا دیدم. چطور میتونم وارد بشم در مبحث شما؟ خب یه دلیلی که یه اتفاقات تکراری به نظر میاد، یا در عمرهای قبل تجربهش کردید یا با بدن نوری در خواب تجربهش کردید. ما بعضی اوقات یه کاری که میخوایم انجام بدیم قبلش در بعد نوری در فضای خواب مرورش میکنیم یا ریهرسش میکنیم. گاهی اوقات حس تکراری به این دلیله که شما به اون تمرین یا ریهرسل در بعد نوری حضور ذهن داری، برای همین وقتی پیش میاد حس تکرار به شما میده. اینکه چطور وارد مبحث من بشید، اگه منظورتون آگاهتر به مطالب من، اگه منظورتون اینه، شما اگر جدید به گروه ما هستید خوش آمدید، میتونید به کانال عمومی من فرهناز جی 2016 در تلگرام رجوع کنید. ویدیوهای قبلی من پست هست در کانال دوم فرهناز جی 2017 و میتونید تو کلاسای من شرکت کنید. آیدی شخصی تلگرام برای سوال هست فرهناز جی 777. شماره تلگرام و واتساپ هم هست 1-925-478-94-70. میتونید برای شرکت در کلاس هم از واتساپ پیام بدید. خانم نگار، من جواب شما رو دادم. اگر قبل از خواب که درخواست درمان میدادم جام بلند شم، اینم جواب دادم، اشکالی نداره اگه بلند شدید. خب خانم مریسا، شما میتونید درخواست جراحی روحی بکنید، از روح بزرگتون هم میتونید درخواست درمان بکنید.
از فرشته های مقرب هم میتونید درخواست درمان بکنید. خانم نگار، شما اینقدر مشغول تایپ کردنید متوجه جواب ها نمیشید. من 2-3 بار جواب شما رو دادم. گرفتن کلید از دست شخص مهم یعنی چی؟ جواب به سوال ها، راه حل، آگاهی. پری دریایی در این بود نه، ولی در بودهای دیگر بله هستند. چرا وقتی از خدا هستیم باید کلی عمر بیاییم و برویم؟ شما جزئی از خالق هستید، ولی در زمان فعلی در یگانگی با خالق نیستید و خودتون انتخاب کردید به این بود بیاین. افراد گله‌مندی میکنن انگار به زور کسی آوردتشون اینجا. خودتون انتخاب میکنید به این بود بیاین، ولی حضور ذهن به این انتخاب ندارید. اومدید به این بود برای تجربه، برای سرعت به رشد. ببینید، شما اگه فکرشو بکنید، شما یه موجود نوری ابدی هستید. یه موجودی که ابدیه. ابدی یعنی اول آخر نداره، همیشه هست. نه 1 میلیون سال، 5 میلیون سال، 10 میلیون سال، 500 هزار میلیون سال، بی نهایت، یعنی اصلا انتها نداره. شما هستی. بعد از یه مدتی تو اون حالت معمولیت که هستی، تو بودهای خیلی بالای نوری، کنجکاو میشی و میخوای یه چیزای متفاوت تجربه بکنی. به نوعی میشه گفت حوصلت سر رفته بوده. خواستی بیای این بود فیزیکی رو تجربه کنی. مثل موقعی که حوصلت سر میره، میری یه فیلم هیجان انگیز نگاه میکنی. خب فیلم اگه اول تا آخرش خیلی خوب و آرام باشه، هیچ اتفاقی نیفته، برات جالبی نداره، نمیری اون فیلم رو ببینی. ولی تبلیغ میکنن این فیلم این جوریه، این جوریه، این هنر پیشه رو داره. فیلم هیجان که داره، میگه آ من میخوام برم این فیلمو ببینم. چون میخوای برای تنوع بری یه چیزی رو تجربه کنی. این بودم تقریبا همین حالت رو داره. خودتون خواستید که بیاید به این بود، کسی مجبورتون نکرده. اوکی، وقتم تموم شد برای این قسمت. حضور داشته باشید لطفا. برمیگردم برای قسمت بعدی.